نبرد در کشور. نیروهای ارتش ملی با تمام امکانات دست داشته ایشان میکوشند تا هراس افغانان را سرکوب نمایند، اما نبود اما هنگی از سوی نهادهای امنیتی سبب شده تا این نیروها نتوانند به زودی ولسوالی هایی که در تصرف طالبان در آمده را آزاد کنند. نبرد سنگین در کندوز نزدیک به 7 روز می شود، اما تا هنوز بخشای این ولایت که در تصرف طالبان است از وجود آنان پاکسازی نشده است. از این خاطر است که مخالفین تانستن که یکی از ولسوالی های مهم و سرحدی را سقوط بتن و تا بال هم از مدت تقریبا یک هفته میشه که در اوج جا به جای هستن، ولی تا هنوز به خاطر بازپسگیریش دولت کدام برنامه روی دست نگرفته و همچنان جنگ های شدیدی که در ولسوالی خانابات و در مناطق نزدیک شهر قندوز ادامه داره تا هنوز در این زمینه دولت کدام پلان یا برنامه که فقط داشته باشند که بتوانند این جنگ مهار بکنند نگرفتند. تمام شهروندان گرامی قندوز فعلا در چندین شب و روز است که به تشویش هستند. تا جایی که معلومات دقیق است تعداد حدود بیشتر از 6700 فامیل از ساعت شهر بی خانمان شدند و جنگ هم در عمومی شهر قرار دارد و زد و خورد بسیار جدی، ولی نیروهای امنیتی در حالت تدافعی هستند و این نوع پیشروی در کارشان محسوس نیست. شماره از اعضای شورای ملی تشدید جنگ را از سوی مخالفین ضعف نهادهای امنیتی دانسته و حکومت را در این زمینه مقصر می دانند. حکومت افغانستان به جای منافع های کوچک، به جای منافع های قومی بسیار قبیلوی بیای مسائل کلان افغانستان را ببینند و مردم افغانستان را از این وضعیت نجات بده. اگر واقعا نجات دادن می تانه خوب است که استفا بده. با وجود تلاش های نیروهای ارتش کشور در جنگ با هراس افغانی، دیده می شود که هنوز این نیروها به تجهیز و تمویل بیشتر نیازمند هستند تا در مقابله با طالبان به گونه جدی برزمند. اما حال دیده شود که با آمدن 5000 سربازان آمریکایی که قرار است به افغانستان فرستاده شوند، چی راهبرد تازه جنگی از سوی ایالات متحده آمریکا برای سرکوب هراس افغانی در کشور راه اندازی خواهد شد؟